مشاوره نسل جوان مجموعه است از تحقیقات کارشناسانه و مشاوره کتاب مقدسی در مورد نیازها و مشکلات جوانان و نوجوانان در امور عاطفی، خانوادگی، اجتماعی، روحانی و سایر چالش هایی که جوانان با اون روبرو هستند. خانم و آقایون عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما وقتتون بخیر هر کجا این دنیا که هستید پر از قوت باشید خیلی خوشحالیم که با یک قسمت دیگه از سری برنامه های مشاوره نسل جوان میتونیم شما بزرگواران رو خدمت بکنیم و خیلی خوشحالیم که در خدمت کشیش ادوارد ایسابه که عزیز هستیم درود بر شما درود بر شما برادر فان سلام بینندگان عزیز خوشحالم که فرصتی هست که مجددن با هم در کلام خدا در اراده کلام خدا و در مشاوره نسل جوان با هم همگام باشیم خوشحالیم که اینجا هستید امروز هست. گفتید که اراده خدا پس خوب میشه امروز در مورد درک اراده خدا با هم صحبت بکنیم بله برادر فون یکی از مسائل بسیار مهم برای همگان بله به خصوص برای جوانان این هستش که بدونن میخوان چه کار بکنن تو زندگیشون بله خیلی مهم هست که تصمیمات زندگی گرفته بشه بر اساس اراده خدا بر اساس اون استاندارت های درست تو زندگی گاهی اوقات خب ما معیارهای مختلفی برای تصمیم گیری داریم متاسفانه گاهی اوقات تصمیم گیری ها چشم رو هنچشمی هست گاهی اوقات تصمیم گیری ها خیلی موقتی و کوتاه مدت هست مثلا افراد تصمیم میگیرن تصمیماتی که ممکنه امروز تصمیم میگیره بعد دو روز بعد عوض میکنه خیلی از این شاخه بون شاخه پریدن ها هست اینی که نقش اراده خدا در زندگی ما بسیار مهمه چون ما این رو دریافتیم و از کلام خدا به ما وعده داده شده که تا زمانی که در اراده خدا هستیم حضور خدا برکت خدا و اون قدرت خداوند ما رو کمک میکنه تو زندگی و ما احتیاج داریم در زندگیمون که از اون حکمت و از اون برکت الهی بهره بگیریم که زندگی ما هدفمند باشه زندگی ما واقعا با سمر باشه زندگی ما کاربرد مناسب و درستی رو داشته باشه سمر بخش باشه یکی از چیزایی که خیلی جوانان رو مشغول میکنه این هستش که بدونن اراده خدا برای زندگیشون چیست چه کار باید بکنم؟ میدونید جوان‌ها خیلی سوال میکنن نوجوانان و بچه‌ها خیلی سوال میکنه یکی از خصلت‌هاشون هاشونه این نشون میده که میخوان بدونن میخوان یاد بگیرن گاهی خود والدین کلافه میشن از دست بچه‌ها که بابا این همه سوال نکنید خب کنجکاوی هست تشنگی برای شناخت هست ولی یکی از جنبه های دیگه این است که ما تو زندگیمون چه باید بکنیم خب برای این مطلب خیلی مهم است که ما اراده خدا رو بدونیم که چی هست اراده خدا برای بعضی ها به خصوص اونا که کلیسا برو هستند گاهی اوقات خیلی یه چیز سطحی و سبک به نظر میرسه مثلا خیلی ساده راجع به صحبت میکنن. چپ و راست مثلا میشنویم میگیم می خدا به من اینو گفت خدا اونو به ما. من نگفت بعد خدا را هم و اینجا بس خدا, خدا را آره خدا مثلا به من نشون داد تو خواب اینا امکانش هست ما منکر اینها نیستیم ولی اون چیزی که اهمیت داره اینه که گاهی اوقات دیده شده برادر عرفان که تصورات و خواسته های شخصی خودمون وقتی که به نظر خوب هست به نظر دلپسند هست و درش هیچ آزاری نیست و اینها رو احساس میکنیم که اراده خدا است. بله مثلا یکی دو تا مثال بزنم که نشون بده که گاهی اوقات استفاده از این کلمه دائما اراده خدا هم خوبه که با واقعا همه اون افتخار و جلال رو به خدا بدیم ولی گاهی اوقات هم یه خود بیمورد هست چون معلومه مثلا وقتی که میشم کسی میگه خدا به من نشون داد که دعا کنم بگه اصلا نشون دادن لازم نداره خدا مالدوش. از همون ابتدا میگه کلام خدا میگه همیشه دعا کنید ده دیگه این که من دعا بکنم این که بگی خدا به من گفت خدا یه بار در کلام خودش گفته که همیشه دعا کنید دیگه یه خود این اضافیه یا گاهی اوقات یه چیزایی هست که مثلا من خودم مثلا میخوام این رو بخرم بعد خودم دوست دارم بعد میگم خدا به من گفت مثلا نشون داد قدمام رو عوض کرد برم مثلا تو این فروشگاه این لیوان رو بخرم خب ما نمیخوایم زیاد به قول معروف گیر بدیم به این نکات ولی دیده شده که این مسئله درک اراده خدا چی هست در این وقت کمی که داریم من یه چند تا نکته رو به طور کلی اشاره کنم که بعضی جنبه ها اراده عمومی خدا هست یعنی وقتی که میگیم اراده عمومی خدا یا در اصطلاح انگلیسی بهش میگن God's universal will یک اراده عمومی هست یعنی تمام کسانی که در این دنیا هستند، چه مرد باشه چه زن باشه چه در غرب باشه چه در شرق باشه اراده خدا شامل همه اینها یکیه عوض نمیشه حالا این نکته ها چه نکته هایی هست؟ اول این نکته ای که اراده عمومی خدا برای همه ماست یعنی خدا میخواد برای ما این هستش که نجات بله در کلام خدا آیه داریم میگه خدا نمیخواد که کسی هلاک بشه بلکه همه به نجات بیان کلام خدا میگه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد بعضی مثلا سوال میکنم میگن که من نمیدونم اراده خدا تو زندگی من خدا برای من چی میخواد عزیزان اگه شما خیلی خیلی آشفته و نمیدونی اراده خدا چی از اولین گامی که تو زندگیت میخوای برداری که بر طبق رضایت الهی هستش اینه که شما باید نجات پیدا کنی شما باید ایمان بیاری شما باید خودتون رو به خداوند بسپاری حالا شما هرچه چه نمیدونم به کجا برم کجا با کی ازدواج کنم چه تحصیلی بخونم همه اینا ممکنه توش قاطی هستی ولی اصلا قافلی از اینکه اینها رو با ایمان انجام نمیدی و اصلا ایماندار نیستی بله. مهمترین و بزرگترین و شاید تنها ترین تصمیمی که میتونه تمام زندگی ما رو زیر رو کنه مسئله نجات هست مسئله این هستش که ما به خدا ایمان بیاریم آیه زیبایی در رساله به رومیان هست که میگه او که همه چیز رو با ایسای مسیح به ما داد چگونه با او همه چیز رو نمیده او که ایسای مسیح رو به ما بخشید داد نه فقط ایشون اومدن و جسم پوشیدن بلکه بر به خاطر گناهان ما مردن قیام کردن در روز سوم صعود کردن بعد از چهر روز ما وقتی که این رو داده کلام خدا میگه میگه این دیگه از بزرگترین هدیه الهی هست چطور با اون چیزای کوچیک دیگه مثل تصمیمات روزمره ما رو خدا به ما نمیگه پس اولین اراده عمومی و جهانی برای تمام عزیزان چه ایماندار چه غیر ایمان این استش که نجات داشته باشن اگه ایماندار هستید اون اطمینان از نجات را باید داشته باشید که نجات را از دست نمیدید به خاطر یک کار اشتباه خدا شما رو دوباره به جهنم نمیفرسته و از این چیز بله. نکته دوم که اراده عمومی خدا هست مسئله اطاعت هست اطاعت از خدا اطاعت از احکام الهی هست ما نمیتونیم اراده خدا را درک کنیم اگر مال خدا نباشیم بله. نمیتونیم اراده خدا رو درک کنیم و اراده خدا در زندگی ما باشه اگه ما نجات نیفته باشیم فقط نجات نیست بعضی فکر میکنم مسیحیت اینه که شما یه دعایی کردی توبه کردی و اینکه عیسی مسیح زندگیم رو به تو میسپارم که گناهان من رو ببخشی و تمام فقط این نیست بلکه در رومیان باب دوازده آیه یک و دو اگه شما میتونید این آیه رو بخونید رومیان باب دوازده بله. کتابی هست در عهد جدید به اسم رساله به رومیان به دوازده یا فصل دوازده آیات یک و دو بردرمون ارفان برای من بخواهیم پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما از ادعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است و دیگر همشکل این اصل مشوید بلکه نو شدن ذهن خود دگرگون شوید آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود اراده نیکو و پسندیده و کامل او اینجا میگه که اراده خدا کامل نیکو پسندیده هست و بازم. اون رو قابلیت خواهید داشت که اون رو درک کنی با چه شرطی اینجا میگه که باید خودتون رو به خدا تقدیم کنید مثل یک قربانی بله. قربانی نه که سرمون زنده نباشیم بی اثر باشیم قربانی زنده کسی مره. که فعالانه در زندگی روزمره خودش با زندگی خودش با حرف زدن خودش با پول خرج کردن خودش با روابط خودش ولی همه رو در اراده و اطاعت خدا در مره. اطاعت احکام الهی به خدا تقدیم میکنه و همشکل این جهان نیست بلکه سعی میکنه که همشکل اراده کلام خدا بشه میگه اون وقت شما قادر خواهید بود که اراده نیکو کامل و پسندیده خدا رو شما بپذیرید بفهمید پس درک اراده الهی نه فقط نجات هست بلکه اطاعت از خدا هست با خدا راه رفتن هست خدا رو شناختن هست شناخت الهی خیلی مهمه نه که فقط بشنویم در مورد خدا بلکه با خدا همگام شدن خیلی مهمه شما ممکنه کسی رو از دورا دور بشناسید ولی وقتی که یه هفته باش مسافرت برید برگردی همون هفته مسافرت به شما نشون میده که واقعا این شخص رو شما چطور شناخته؟ چرا که باش نشستی باش راه رفتی باش غذا خوردی باش کار کردی همکاری کردی در این داد و ستت هست که شما ایشون رو بهتر میشناسید بله. شناخت لایم همین هستش که در همه موارد زندگی باید خودمون رو به خداوند تقدیم کنیم بله. از خدا اگر دور باشی خودتو بخوای از خدا پنهان کنی بعضی از عزیز عزیزان هستن که دعا نمیکنن میگن اصلا من نمیخوام اراده خدا رو بدونم میترسم بعضی اصلا یه فکر بعدی تو ذهنشون هست همیشه فکر میکنن که خدا قاتل خوشی هست. مثلا یه تصمیم میخواد بگیره که توش یه خود همچین سرگرمی, سرگرمی هست بعد میگیم دعا کن میگه نه 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 نمیخوام دعا کنم میگم چرا میگه من میدونم خدا میگه نه میگه من کجا میدونی خدا میگه نه میگه احساس میکنم همیشه ایمان یعنی اینکه یه خودت تو, تو سری خور باش همچین تنها باش همچین برو تو زهد و دائما این ور اون ور اینجا کلامی که شما قرارت کردید میگه که عبادت هست وقتی که خودتو به خدا تقدیم کردی ولی به صورت زنده یعنی زندگی تو به خدا دادی همه جنبه این خودش یه ای عبادت عبادت از زندگی در مسیحیت جدا نیست طوری نیست که من میرم در یک ساختمانی عبادت میکنم و اسم عبادت سرود و این چیزاست و بعد میام بیرون زندگی میکنم زندگی من عبادته آشپزی کردن عبادته بله. خیاطی دو عبادت است اگر همهش با حضور خداوند باشه بله. اینه که خیلی اهمیت داره که با خدا از خدا خودمون رو پنهان نکنیم دعا کنید خدا واقعا خراب کننده خوشی های ما نیست خراب کننده برنامه های ما نیست مم. و اعتماد کنید خدا بهترین ها رو برای ما خود. پس اطاعت بگیم اراده جهانی و عمومی خدا برای همه هست نکته سوم اطاعت از والدین هست در ده فرمان که خداوند به موسا دادند اولین حکم با وعده بله. حکم با وعده یعنی اینکه اگر این رو اطاعت کنی در پیش یک وعده هست و اون وعده این هستش که خداوند کسانی رو که پدر مادر خود را حرمت می کنند همیشه پدر مادر شاید درست نگن ولی همیشه باید دونار رو حرمت کرد بله. ممکنه شما با پدر و مادرتون اختلاف نظر داشته باشید ولی همیشه باید حرمت کنید ما میتونیم با هم دو راه مختلف بریم ولی باید همیشه با احترام باشه بله. همیشه باید با حرمت باشه این هستش که حرمت به والدین، توجه به والدین، رسیدگی به والدین سار خورده بسیار اهمیت هست اما به این معنی نیست که والدین باید برای ما تصمیم بگیرن در تمام موارد زندگیمون گاهی اوقات والدین یک تصمیمی دارن ما یک تصمیم داریم گاهی اوقات والدین یک ایمان دارن ما یک ایمانی دیگه ای داریم بله. منظور از اطاعت این نیستش که ما مثل یک ماشین و مثل عروسک باشیم ولی منظور کلام خدا اون حرمت گذاشتن هست اون بزرگی هست حتی اگر ما اختلاف نظر داریم و میخوایم همدیگر رو به چالش بکشیم ولی باید با حرمت باشه و خدا این رو میپسنده در حرمت گذاشتن والدین برکت است عزیزان بیننده اگر جوان و نوجوان هستید روحیه توقیان روحیه بیادبی روحیه توهین کردن روحیه خودسرانه بودن این در اراده خدا نیست حالا شما هر قدم سرود و روحانی گوش کنید ولی از این ور صحبت کردنت با پدر مادرتون درست نباشه این سرود گوش کردن و آیه حفظ کردن و به کلیسا رفتن یه خود یه خود کمای است یه خود کمای است اراده دیگه خدا که خیلی جهانی هست این هستش که ما پاک باشیم قدوسیت شما بارها هم در برنامه های قبلی این آیه از کلام خدا رو گفتید که پس مقدس باشید زیرا که من قدوس هستم خداوند نگه خصلت قدوس بودن فقط مال خداست ولی ما میتونیم مقدس باشیم مقدس یعنی کسی که تقدیس شده هست پاک شده هست به خون ایسای مسیح هست ولی خداوند بلزاد مقدس هست، قدوس هست. این هستش که این آیه متوجه باشید چطور به کار ببرید با. و برادر در خیلی من متوجه بودم که چند بار این رو خیلی با هوشیاری به کار بردید که این دوتا کلمه خدا با و مفعول و آره فرق داره برد. مقدس و قدوس بله. بله خدا میخواد که ما مقدس باشیم و در مقدس بودن در پاک بودن همیشه برکت هست. همیشه گناه بین ما و خدا قرار میگیره اون کانال ارتباطی کانال برکت رو میبنده ما نمیتونیم صدای خدا رو بشنویم اگر داریم صداهای دیگر رو میشنویم اگر ما خودمون رو به گناه تقدیم کردیم اگر خودمون رو این بدنی ای رو که شما خوندید باید مثل قربانی زنده. زنده, به خدا تقدیم کنیم اگر این بدن رو به صورت فعالانه من به گناه به مواد مخدر به گناهان ناپاک به مسائل جنسی بسپارم و بعد دنبال اراده خدا باشم اگر خدام صحبت کنه من متوجه نخواهم شد و من نخواهم رو. پس درک اراده خدا مشروط به مقدس بودن هست و اراده خدا برای همه ما این استش که ما مقدس باشیم پس عزیزان گاهی قد میگید که من نمیدونم خدا برای من چی میخواد از خودتون بپرسید آیا این تصمیمی که دارید میگیرید شما رو پاکی شما رو به خطر خواهند انداخت یا نه اگه شما مثلا از خودتون پرسید آیا مثلا خدا منو کمک میکنه مثلا من دوست و دخترم و همچین قایمکی نگاه مثلا با باش ملاقات داشته باشم خب اگه توش دروغه اگر توش کلک زدن هست اگر توش ناپاکی هست همین الان به شما بگم که لازم نیست خدا آسمان رو بشکافه و دوازده فوج فرشتگان بفرسته و رم. به شما بگه که آیا اراده او هست یا نیست من همینجا رو کراس میگم اراده خدا نیست اینجور دوز و کلک بازی کردن و ناپاکی بودن اصلا اراده خدا نیست اگر شما در رابطه هستید که رابطه جنسی هستید که از خودتون پرسید که آیا اراده خدا برای ما چی هست من رو کراس به شما بگم که اراده خدا این هستش که هرچی هست همین حالا ستاپش کن همین حالا نگرش دار بکش کنار و بعد دعا کن نمیتونی در همینطوری مشغولی و بگی اراده خدا چیست نمیتونی نمیتونی خودت رو وقتی تقدیم چیزی دیگه کردی درک کنی اراده خدا رو پس پاک بودن خیلی مهم هست پر شدن از روح القدس هست بعضی اوقات من این اصطلاح پر شدن رو خود توضیح بدم در بعضی از فرقه ها معلمین احساس میکنن که پر شدن مثل پر شدن مثل یه سطلیه که یه پمپ خدا میذاره بعد مثلا روز دوشنبه شما رو پر میکنه روز چهارشنبه خود خالی شدی بعد دوباره پنجشنبه دعا میکنی خدا من رو پر کن یک شنبه آره آره خدا روح رو به میزان نمیده خدا روح رو اینجوری نیست که مثلا شلکن ولکن نداره که مثلا یه خدا کم میده به شما بیشتر میده به من منظور از پوری رول قدس منظور اون کنترل روح خدا در زندگی ما هست هر چقدر که ما خودمون رو تقدیم کنیم و زندگی های خودمون رو در قسمت های مختلف به کنترل خداوند بدیم اون جنبه های زندگی رو، جنبه های فکری جنبه های اجتماعی جنبه های جسمی خودمون رو به خداوند بدیم وقتی سلطه خدا اراده خدا در اون قسمت باشه میگیم که خدا ما رو پر کرده از حضور خودش یعنی اینکه خدا با تمام قدرت خودش با تمام حضور خودش با تمام اون اراده خودش در ما زندگی میکنه منظور از پری روح القدس نه به زبان ها صحبت کردن هست نه به اینکه خدا یه پمپ در ما گذاشته که مثلا یه چیزی رو یه دفعه حرکاتی و یه احساساتی میاد احساسات نیست احساسات نتیجه‌ای از رابطه نزدیک و خوش و شاد بودن با خداوند هست خب ما زیاد نمیخوایم بریم تو بحث الهیاتیش بپردازیم ولی به طور کلی بر ارفان ما برای اینکه درک خدا رو درک اراده خدا رو درک کنیم باید ما کلام خدا رو بلد باشیم بله. اگر کسی کلام خدا رو نمیخونه نمیدونه و درک نمیکنه و اطاعت نمیکنه نمیتونه اراده خدا رو تو زندگی خودش بفهمه ببینید الان من و شما نشسته باشیم اینجا به همدیگه فقط نگاه بکنیم و صحبت نکنیم ما میتونیم حدس بزنیم تو تو فکر همدیگه چی میگذره ولی تا زمانی که لب رو باز نکردیم و سخن نگفتیم نمیتونیم همدیگه رو بشناسیم برای هم نیستش که خداوند برکت صحبت کردن رو به ما داده و با صحبت کردن ما میتونیم بشناسیم با کتاب خوندن میتونیم فکرمون رو قنیتر کنیم کلام خدا منبع درک الهی است ما نمیتونیم اراده خدا رو بدونیم اگر اراده خدا رو نخونیم اراده مکتوب خدا رو باید بلد باشیم که بتونیم اراده دیگر رو بدونیم کسی کتاب مقدس رو نمیخونه همش میگه من دعا میکنم خب اگه دعا میکنی قبل از هر چیز که بفهمی اراده خدا چی هست باید اراده مکتوب اون رو بدونی اگه این کلام بسته باشه و اراده مکتوب اون که در حال حاضر اراده عمومی او هست به همه داده شده رو بلد نباشی و ندونی و اطاعت نکنی نمیتونی اراده اون رو در زندگی روزمره خودت بفهمی پس درک و دانستن اراده مکتوب خدا شرط اول هست بعد اشاره کردیم به مسئله اطاعت هست عزیزان میدونم در زمین های تحصیلی در زمین های مختلف در روابط خودتون در اینکه کجای دنیا زندگی کنید به اینکه به کدوم مدرسه برید تو کدوم کشور زندگی کنید تو کدوم شهر زندگی کنید در آینده با چه کسی ازدواج کنید و چیزهای مختلف در زمینه ایمان خودتون اینها تصمیمات مهمی هست که یک جوان و نوجوان باش درگیر هست و در تمام اینها شما برکت خدا حکمت خدا رو لازم دارید در دعا باشید براش دعا کنید مشورت خیلی مهم هست برادر بله. مشورت درست مشورت روحانی مشورتی که با مسیحیان با تجربه هست از مشورت نترسید ما الان در دنیای زندگی میکنیم که بیشتر بیشتر البته در دنیای غرب فردگرایی بسیار زیاد هست. در فرهنگ خودمون هم قبلا بیشتر روحیه مشورت بود صحبت کردن بود ولی الان مسئله فردگرایی زیاد شده مالن. مسئله گوگل کردن زیاد هست. فکر مالن. میکنیم همه چیز رو میشه گوگل کرد. خب مشورت و تجربیات و روحانی رو نمیشه گوگل کرد نمیشه از رو اینترنت پیدا کرد البته در یکی از جلسات ما من این وعده رو به شما خواهم داد که به نقش و تاثیر رسانه های اجتماعی و رسانه های گروهی مثل اینترنت مثل فیسبوک مثل توییتر و چیزهای دیگه به این خواهیم پرداخت که چه تاثیرات مثبت و البته تاثیرات مضری داره اما در این زمینه میخوام بگم که مشورت با شخص زنده با شخصی که در اون زمینه اون دید کارشناسی رو داره و دید روحانی رو داره حتما با شبان خودتون با معلمین نوجوانان و یا اون مدرسه که تا مقدس خودتون کانون شادی خودتون داشته باشید با پدران کلیسا با کسانی که در ایمان واقعا دار هستند صحبت کنید مشورت خیلی مهم هست و اینکه نترسید نترسید از اینکه برای مسائل مختلف زندگیتون دعا کنید بعضیا میگم میترسن که دعا کنن چون نمیخوان اطاعت کنن از قبل جوابشو میدونن بله. میگه من میدونم خدا چی میخواد بگه پس پس میشه توقیان بله. بعد شما به راهی داری میری که یه چیزی میگفتن میگفتن این راه که میری به کجا کجاست به ترکستان بود یه چیزی میگفتن آره نمیدونم یه <تصفح> آره یه بیراهی هست آره میگن یه آقایی بود که رفته بود دزدی کنه و قبل از که به این خانه وارد بشه و دزدی کنه دعا کرد که خدا من, من دارم میرم تو این خونه دزدی کنم خلاصه کسی ما رو نبینه کسی ما رو نگیره و خب ممکنه بگیم یک دزد هم دعا کرد و خب اصلا کار دزدی کارش غلطه بله. حالا ممکنه گیرم نیفتاد بعد اون دوز نمیتونه بگه که خدا کمک کم کرد یا شانس آوردی ما که مثلا بله. خب این کار غلطه یه بار شما در رفتی دو بار در رفتی ولی دفعه بعد حتما گیر میافتی دیر یا زود میافتی بله. اینه که بعضی ها این طور هستن که از قبل میدونن کارشون اشتباهه تصمیماتشون نادرسته ولی در این حال نمیخوان دعا کنن عزیزان دعا کنید خداوند به شما اون قدرت رو جرأت رو اشتیاق رو خواهد داد که مشتاق اطاعت از اراده خدا در زندگیتون باشید خیلی ممنون واقعا استفاده که هم چقدر پربار بود اگه بخوام چند تا خیلی به چند تا جمله کوچیک تمام این صحبت ها رو بگم و درک اراده خدا همونطوری که شما فر اولین چیزش میتونه ایمان باشه نجات باشه ما باید ایمان بیاریم و اطاعت بکنیم از کلام خدا خودمون رو مثل قربانی زنده به خداوند تقدیم کنیم اینا هیچ کدوم کارهای مذهبی نیست چون مسیحیت مذهب نیست مسیحیت یک رابطه است رابطه با خدای زنده اطاعت کنیم از کلام خدا از والدین اطاعت کنیم اگر نوجوان هستیم اگر جوان هستیم و در قدوسیت زندگ... زندگی کنیم در پاکی و پر از روح خدا بشیم و کلام خدا رو بخونیم تمام اراده خداوند مکتوب در کلام خدا هست من میتونم یه جمله کتا هم بگم بفرد. که دیگه تمام بشیم اینه که گاهی فکر می‌کنیم در اراده خدا خیلی ماکروویه وی... ماکرو مثلا یه یکی دو دقیقه یکی دو روز وقت میگیره عزیزم اصلا ما نمونایی داریم در کلام خدا که شاید ماها سالها طول کشید شخصی اراده خدا رو بپذیره بفهمه و اطاعت کنه یه فرمول نداره راه رفتن با خدا هست فقط چهارجوابی چهار جوابی نیست خدا رو توی موقعیتی و خودتون رو توی موقعیتی قرار ندید که مثل چهار جوابی خدا باید امروز فردا تا آخر هفته جواب شما رو بده صبر کنید با خداوند گام بردارید راه رفتن به خدا اطاعت در خدا به شما نشون خیلی ممنون مرسی خیلی ممنون. مرسی okay. از شما که بیننده برنامه ما بودید اراده خداوند اراده نیکوست و زندگی شما بر طبق اراده خداوند باشه تا برنامه آینده خدا نگهدار خدا نگهدار مرسی خیلی ممنون